در شرایطی G20 به کار خود پایان داد که با همه اختلافات نظر روسیه محکوم شد. در حاشیه نشست‌ها بود که شلیک موشک به لهستان خبرساز شد، اما آقای بایدن میگوید نمیتواند باور کند موشک را روسیه پرتاب کرده باشد. در این میان ناتو هم نظر مشابهی دارد و دبیر کل آن روسیه را مسئول نمیداند، بلکه میگوید موشک ممکن است از سر اشتباه از سوی اوکراین آمده باشد و شواهد هم همین ادعا را به باور میبرد. در میان خبرها صحبت از پهپادی است که به بمب‌های انفجاری مجهز بوده و اسرائیل جمهوری اسلامی را به این امر متهم می‌سازد. در همین منطقه امریکا به محموله یک کشتی دست یافته که جمهوری اسلامی مواد سوخت موشکی را حمل و نقل می‌کرده است. به هر حال در آخرین نشست G20 در اندونزی که این کشور آن را برگزار می‌کرد، دقیقاً مشخص نشد نقاط اشتراک و یا اختلاف در جمع سیاست جهانی دول شرکت کننده چیست؟ سایه روشن خبرها و نظرها کجاست؟ آیا چین و امریکا در پنهان به توافقهای جدی رسیدند؟ آیا آقای بایدن با دست پر برگشته است؟ آقای لاوروف که برخلاف سایر دول در مقام جانشینی آقای پوتین آمده بود، با گامهای سنگین پلکان هواپیما را طی کرد و ظاهراً از یک خستگی سفر و نشست به مسکو بازگشت. در ارتباط با ایران بار دیگر آرمین عارفی پس از گفتگویش با محمود امیری مقدم رئیس بخش ایران سازمان حقوق بشر، این بار با آقای باب ملی فرستاده گفتگو کننده از سوی امریکا در مذاکرات برجام شده است. عنوان مطلب عنوان جالبی است: تاریخ ایران در واشنگتن نوشته نمی شود. افسوس که زمان برنامه اجازه بازتاب پرسش و پاسخهای جالب این گفتگو را نمی دهد. واشنگتن پست از تعطیلی اغلب بازارها در ایران خبر نوشته. وزیر کشور حکومت آقای احمد وعیدی مدعی شده در تظاهرات اخیر ایران شماری از جاسوسان فرانسوی دستگیر شدند. وزیر کشور حکومت که آثار مهر بر پیشانی دارد، چه در لباس نظامی و چه در لباس شخصی، نمیگوید چرا ماموران فرانسوی علنی و آشکار به تظاهرات آمده و کار جاسوسی را دور از نگاه ماموران انجام نمیدادند. امروز پرسش رسانه ها این است که آیا حکومت 15,000 تن از دستگیر شدگان را میخواهد محکوم به مرگ بکند؟ در حال حاضر یک حکم اعدام را خبر داده است. یلدا آقا فضلی دختر 19 ساله پس از آن که در زندان اوین زندانی شد و سپس آزاد، بلافاصله خودکشی کرد. خانم شاپرک شجری زاده خانه‌دار که حالا با همسر و فرزندش در کانادا پناهنده است میگوید من میدانم بر مهسا امینی و دیگران در زندان چه میگذرد، همان چیزی که بر من هم گذشت. جمهوری اسلامی در آخرین ترفند سیاسی حمله به شهرهای کرد عراق را آغاز کرده است. دولت آذربایجان 5 نفر جاسوس جمهوری اسلامی را در این کشور دستگیر کرد. در نتیجه حالا دلیل احضار سفیر حکومت که پیشتر خبرش منتشر شده بود روشن می شود. امریکا قوی ترین و مجهزترین موشک فضانورد خود را به فضا فرستاد. اگر کنجکاو دلیل و مسیر سفر این موشک فضاپیما هستید، مسیر و خط راه مشخص است. Emmanuel Macron, vous aviez été critiqué quand vous avez serré la main à New York en marge de l'Assemblée nationale de l'ONU, la main du président iranien Ebrahim Raisi, 4 jours seulement après la mort de Mahsa Amini. در مصاحبه رادیویی که روز دوشنبه از رادیوی فرانس انتر پخش شد، دو روزنامه‌نگار از آقای مکرون پرسیدند چگونه او 4 روز پس از قتل مهسا امینی با ابراهیم رئیسی دست داده است. آقای مکرون گفت مقام سیاسی من دیپلماسی یعنی گفتگوست و احساس مردم را هم میفهمم. مسیح علی نژاد این را فهمید، بازوی من را گرفت و عکس مشترکی هم انداخت. ما شرایط مردم ایران را درک میکنیم و به آن احترام میگذاریم. رسانه ها میگویند تهران در تلاش نزدیک شدن به عربستان سعودی را دارد.
ترفند دیگر اصلاح طلبان و مخالفان ظاهرساز حکومت پیشنهاد یک رفراندوم برای جلوگیری از سقوط رژیم است. می خواهید بدانید در ایران چه خبر است؟ این عکس پاسخ شماست.